این اولین دیدار رسمی نخست وزیری از سوئد از ایران است. ظاهرا آنچه بیش از همه در این دیدار برای رئیس جمهوری ایران مهم است، برقراری روابط بانکی دو جانبه است. موضوعی که قبلا در دیدار هیئت ایتالیایی هم تاکید شد. بعد از شرایط توافق هسته‌ای و برجام، نشانه این که بعد از برجام هنوز مبادلات بین المللی بانکی عادی نشده است. اراده دو کشور بر این است که روابط دو کشور به قبل از تحریم برگرده، به ویژه در زمینه تضمین صادرات و صندوق تضمین صادرات و همچنین در زمینه روابط بانکی بتوانیم روابط نزدیکتری را با یکدیگر برقرار کنیم. اولاف پالمه نخست وزیر پیشین سوئد در دهه 80 میلادی چندین بار به ایران سفر کرده بود، اما نه برای اهداف اقتصادی بلکه برای برقراری صلح بین ایران و عراق. حالا استفان لوون هدف سفرش را این چنین گفته: سطح هیئت سوئدی در این سفر نشان دهنده اهمیتی است که ما به روابط با ایران می‌دهیم. ما درباره مسائل منطقه‌ای و حقوق بشر هم گفتگو کردیم، از جمله درباره وضعیت سوریه و عراق و روابط ایران و بازیگران کلیدی دیگر در منطقه شامل عربستان سعودی و ترکیه. این سفر در زمانی انجام می شود که احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی مقیم سوئد، یک سال است در زندان به سر می برد و سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای گفته مقام های ایرانی او را به اعدام تهدید کردند. به آقای جلالی اتهام جاسوسی زده شده، اما هنوز دادگاهی حکم نهایی برای او صادر نکرده است. شاید تاکید بر گفتگو درباره مسائل حقوق بشری در این دیدار اشاره‌ای به وضعیت دکتر جلالی دارد. جناب آقای عباس آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی. هرچند این دیدار در بالاترین سطح مسئولان دو کشور انجام شده، اما 5 سند همکاری و نه قرارداد یا پروتکل دولتی امضا شده که تا تبدیل شدن به قرارداد اجرایی مراحلی در پیش دارد. سندهای همکاری درباره موضوعهای کلی فناوری نوین، آموزش عالی، راهسازی، فناوری اطلاعات و امور زنان و خانواده هستند که جزئیات بیشتری ارائه نشده است. آنچه این دیدار را برجسته می کند، حضور نمایندگان 40 شرکت تجاری سوئد از جمله اسکانیاست. اسکانیا و ولوو سهم مهمی در بازار خودروهای سنگین در ایران دارند. شرکت اسکانیا گفته ایران بار دیگر به بازار مهم محصولات آنها تبدیل خواهد شد و سال پیش 990 کامیون و 860 اتوبوس به این کشور صادر شده است. در مقابل منصور معظمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفته شرکت‌های سوئدی نباید به ایران به عنوان بازار صادراتی نگاه کنند. آقای معظمی بر سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید و صادرات به بازارهای منطقه‌ای تاکید کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چراغ سبزی برای ترانزیت محصولات سوئدی از ایران به کشورهای منطقه و آسیای میانه نشان داده، اما در مقابل امیدوار است سوئد به انتقال فناوری در امنیت صنایع هستی ایران یاری برساند. نخست وزیر سوئد بنابر رسم معمول با آیت الله خامنه ای رهبر ایران هم دیدار کرد و آقای خامنه ای در این دیدار گفته سوئد در چشم مردم ما کشوری خوشنام است. رهبر ایران از ارتقای همکاری و رابطه دو کشور استقبال کرده است. شهریار سیامی، بی بی سی.